در محصولی که از یاران احمدی نژاد بود یا اصلا پدرخوانده احمدی نژاد از لحاظ مالی بود، آقای بسپاش، همه در این جلسه بودند و حرف اینا این بود که عده مهره های مشکوک آمدن در اطراف رئیس جمهور گرد آمدن و دارن رئیس جمهور رو مجبور میکنن تمام خواسته های آمریکا و دنیای غرب رو بپذیره. مسلما این دنیای غرب فقط خانم لیدیشتان نیست که اینها نگران دلواپس این هستن چه خواهد پوشید یا نخواهد پوشید. نه، حرف اینا هم تا حدودی درسته. ببینید، شما وقتی میخواید تحلیل کنید نمیتونید جانبداری کنید. درست موقعیت گورباچفه. موقعیت من همیشه گفتم ایران رو مثل مینی شوروی درست همون بازی رو خواهند کرد، آخرش هم به اونجا خواهد انجامید. یک جماعتی معتقدن نمیشه در مقابل دنیا ایستاد، باید تغییرات اساسی داد، باید اقتصاد کشور رو باربرتر کرد، دیگه داشت فروش نفت ایران به صفر میرسید، قدرت‌های مالی ایران، ریال به صفر میرسید. پس بنابراین در مقابل دنیا نمیشه ایستاد. اینهایی که دلواپس بودن، اینها معتقد بودن نه، باید با قدرت در مقابل آمریکا، شیطان بزرگ، ایستاد و در مقابل اروپایی که همیشه سازش داره. خب اینا هم حرفشون اینه که تلاش شده، شما میلیاردها دلار هزینه کردید برای این پروژه های هسته‌ای، چه شد ناگهان با یک خنده آقای ظریف میخواید اونها رو واگذار کنید به اصطلاح غربی ها یا نابود کنید، منهدم کنید؟ بنابراین دو نظریه الان در ایران هست. نظریه ای که میخواد به اصطلاح خط امام رو طی کنه، اونهایی هم که دارن سازش میکنن اونها معتقدن ما وارثان اصلی خط امام هستیم. ظاهرا باید یکی بیاید و ایران رو از این متریکس خمینیز بیرون بیاره که ما بفهمیم ایران چه پیش خواهد آمد و آیندهش چه خواهد شد. اما اجازه بدید، چون فکر نمی کنم فرصت چندانی باشه، این نکته رو بگم چون مهمتر از من. اشاره کردم شما باید مهره هایی داشته باشید. من از سالها پیش چندین ایرانی میتونم بگم متشخص رو پیدا کردم که میرفتن در جلسات بزرگ شرکت میکردن. اولین بار با نام محمود سریع‌القلم در یک کنفرانس بیلدربرگ آشنا شدم. کنفرانس بیلدربرگ جای هر کسی نیست. وقتی محمود سریع‌القلم رو در اونجا دیدم، البته اسم خانم مریم ابتکارم، معصوم ابتکارم یک بار دیده بودم ولی در اون تردید بود، محمود سریع‌القلم رو در سه جلسه بزرگ بیلدربرگ اسمش رو دیدم جزء فهرست. نگاه کنید چقدر روان در کنفرانس کسی رو بی جهت به سی اف آر دعوت نمی کنن. البته احمدی نژاد رو بردن نه برای سخنرانی، بلکه باش مصاحبه کنن که بعد دیوید راکفولر و گرینبرگ و هست و اینا گفتن یه آدم ابلهی. نگاه کنید آقای سریع‌القلم با کت شلوار و کراوات آرمانی، شایدم بیژن، امیدوارم بیژن باشه چون زرد زده، آمده و نشسته در CFR شورای روابط بین المللی آمریکا برای حضار معتبر اون سازمان سخنرانی میکنه. گوش کنید. Situation in Iran over the last couple of decades has been that Iran has not had the political wisdom on how to pursue this objective. Perhaps we can also say that this is a revolutionary country still. Iranian government is still a revolutionary government. The Iranian society is not. If I were to make a comparison, I think we are at the Brezhnev era of the Iranian revolution. It's a status quo power, a defensive posturing state that is trying to maintain itself, but the base of this power that the Iranian government is pursuing is more or less. آقای محمود سریع‌القلم عضو ارشد دفتر استراتژیکی تشخیص مصلحت، مشاور اعظم آقای روحانی، رفسنجانی و خامنه‌ای، نمیتونست
غربی ها رو قانع کنه. گفت رژیم ایران یک رژیم انقلابی است، اما مردم ایران انقلابی دیگر نیستن، سوسایتی ایران، جامعه ایران دیگر انقلابی نیست. آقای سریالقلم نقشش پیام رسانی و پیام دهی است. ایشان در واقع یک چهره دیگر ایران رو معرفی میکرد، چهره دیگر رژیم رو. شما ما تکنوکرات ها رو دریابید، ما به شما یک رژیم دلخواه ارائه خواهیم داد، دشوار در مقابل هاردلاین ها، دشوار در مقابل طرفداران احمدی نژاد یا باند احمدی نژاد یا سپاه. آیا خیانت یا خدمت؟ اون میمونه به کلاس درس تاریخ. من دارم بازی ها رو تشریح میکنم. در زمان گورباچف هم مدویدف، آرباتوف و دیگران واسطه بودن. خود گورباچف بازیگر نبود تا سرانجام وارد بازی شد. آندروپوف آورد. آقای روحانی هم میگن آقای رفسنجانی و یا ترکیب آقای رفسنجانی، خاتمی و پس نوه آقای خمینی آوردن. حالا این حرفا رو میزنن. خب اما آیا اینا موفق خواهند شد؟ بایستی بشن. چرا؟ در واقع وقتی شما میری کنفرانس داووس، تمام سرمایه داران دنیا، چهرهای شناخته شده سیاسی و اقتصادی حضور دارن. آقای سریالقلم در کنار آقای برژنسکی، حتی خواننده بونو یا آقای گیتس میشینه و سخن میگه، شما نمیتونید او رو رد کنید، او وزنه است. حالا بد حرف زد، گفت مردم بی سواد ها نباید تو مسائل هسته‌ای دخالت کنن، یا تاکسی ران ها نمیتونن در این بحث ها شرکت کنن. اون بستگی داره به نوع برخوردش با جامعه. اما ایشان وزنه کوچکی نیست. ایشان خط میده به آقای روحانی، ایشان و آقای نهاوندیان، آقای ظریف در این وسط واسطه است. زیاد عدد جدیش نیست، البته ارتباطات داره ولی کاری نیست. اینا هستن. و یک کس دیگری که من همیشه بهش اشاره میکردم که در یک فرصت دربارش حتما صحبت خواهم کرد، خانومی بود به نام سعیده لطفیان. این خانم در کنفرانس های پوگواش، یعنی بزرگترین کنفرانس های هسته‌ای دنیا شرکت میکرد. پس اونها میدونستن موقعیت هسته‌ای ایران چیه، ولو سپاه بخواد این به اصطلاح اجازه نده. حالا آیا حرکتی که در این موقعیت صورت گرفته و بعد احساس میکنید ایده آمدن میگن ما دلواپسیم، آقای تاجزاده میاد از زندان، البته این آقای تاجزاده برای من یک موره مرموزی است و مشکوکی است. شما زندان میشینی، بهترین مقالاتو مینویسی، به تمام اینترنت ها ارتباط داری، تمام حوادث رو میدونی. اینم جالبه. حالا چون یک بچه ها در فیسبوک من جالب توضیح داده بودن، گفته بودن دو نوع زندانی است، زندانی های خودی، زندانی های غیر خودی. حالا آقای تاجزاده گفته مراقب باشید، سپاه داره توطئه میکنه، اتاق فرمانش توطئه میکنه، احتمال داره یک السیسی اسلامی بیاد. بله ممکنه بناپارتیز بیاد. فعلا صحنه هنوز مشخص نیست چگونه بازی خواهند کرد، ولی حتما در یک مرحله ای یک جریان بسیار نیرومندی در تهران در مقابل اینا خواهد ایستاد. جریانی که معتقد بود باید اسرائیل رو میزد. آقای رحیم صفوی ناگهان پیدا میشه و بعد اعلام میکنه که عمق استراتژیکی ما در واقع از شلمچس تا جنوب لبنان تا غزه. در واقع یعنی چی؟ چه کسی رو تهدید میکنه؟ آمریکا یا اسرائیل رو یا دنیا رو؟ یعنی این منطقه مال ما است، عراق، سوریه، لبنان، اردن، ما میریم به جنوب اسرائیل. حالا واکنش اسرائیلیا چه خواهد بود؟ اتفاقا گفتگوی دیدم آقای اهود برک وزیر سابق اسرائیل،
داشت با یک خبرنگاری صحبت میکرد. خیلی ساده گفت. گفت علارغم همه حرفایی که آمریکایی‌ها میان، الان هم خانم سوزان رایس رفته اسرائیل که خیالشون راحت کنه. گفت باید ما بترسیم. ما باید احمق باشیم که از ایران نترسیم. یک لحظه میتونیم بشنویم حرفای آقای یهود باراک رو. Iran, like Syria, has been judged very harshly and it lives under the constant threat of regime change. So isn't it justified if not pursuing the nuclear weapon, then, you know, raising the spectrum of pursuing the nuclear weapon? Government like the Iranian, who simultaneously with developing nuclear weapons, announced publicly and very explicitly that they want to see Israel, for example, being eliminated from map and from history, we would be stupid not to take it seriously. اجازه بدید یک نکته دیگه رو اشاره کنم بعد. مسئله هسته‌ای ایران و مسئله اسرائیل. من همیشه یک کردیتی به آقای نتانیاهو دادم، چون مثل رهبر اپوزیسیون ایران شده بود، اپوزیسیون جا انداز که بگذارید کنار، براندازی هم وجود نداشت، فقط نتانیاهو بود در واقع در تمام این چند سال در مقابل عملیات هسته‌ای جمهوری اسلامی ایستاد. حالا مجاهدین گزارش دادن نهدن اونو بسای دیگر. یک نگاه این است که اسرائیل و ایران در واقع با این تهدیدهای هسته‌ای منطقه رو بین خودشون تقسیم کردن. همه رقبا ترسیدن، ایران و اسرائیل، مثل بلوک شرق بلوک غرب، آمریکا و شوروی. عده‌ای معتقدن اسرائیلیا حق دارن نگران باشن، چرا که میدانن بخشی از الیت آمریکا معتقد ایران اگر سلاح هسته‌ای داشته باشه میتونه مزاحم روسیه بشه. اما عده‌ای معتقد بودن نه، به ایران نباید فرصت داد. اینجا رسیده بود که رژیم جمهوری اسلامی خطر رو احساس کرد و در واقع دوان دوان آمد به دستپوس خانم کاچینشتا یا خانم شرمن، چرا که آمریکایی‌ها واقعا بخشی از استبلیشمنت آمریکا معتقد بود با به این رژیم نمیشه اطمینان کرد، به این رژیم، با این رژیم نمیشه از راه دیپلماتیک صحبت کرد. البته آقای اوباما و به اصطلاح تمام استبلیشمنتش معتقدن بله میشه صحبت کرد. بنابراین این قضیه فشار نظامی، فشار اقتصادی موجب شد که در واقع رژیم تهران احساس کرد، حتی رهبرش که امروز آقای سید حسین موسویان کتابی نوشته توضیح میده چرا رهبر نگران و دوست نداره آمریکا، در واقع از تهاجم فرهنگی آمریکا میترسه. اما نه، تونی جان دوباره این انیمیشن رو نشون بدید. نه، این انیمیشن رو که نگاه میکنید همیشه هالیوود و بخشی از مستندسازا به شما پیام میدن چه اتفاقهایی خواهد افتاد. نگاه کنید به این انیمیشن، زمانی بود که به ایران رو تهدید میکردن، تهدید به حمله نظامی.